سریعتر از نور نمیره و نمیتونیم تئوری انیشتن رو نقضش کنیم و اومدن بررسی کنن پس چرا اینا اینجوری میبینن که سریعتر میره دیدن اون دستگاه حال دیتکتوری که گیری اندازه‌گیری میکرده تایمو یه دونه از کابلاش مشکل داشته اونو درست کردن مشکل میافتاد <Protestant> <مت Louise> <مت> قبل از اینکه اصلا جایی منتشرش یعنی بخواد مقالهشو بده یا اینها چیکار میکرد تو فضای مجازی داد میزد که من یه ذره پیدا کردم سریعتر از نور حرکت میکنه خب این تصویر ما هست اون تصویری که آمریکا در واقع گرفته تئوریسین توته چند تا ایراد به این وارد میکنن شما یک ناهنجاری سفر به ماه چرا نور ستاره معلوم نیست جواب چرا نور ستاره معلوم نیست شب دیگه مثلا نه نه روز بوده اونجا روزه همونجا که تو روز ما شما ستاره ای اونجا هم نیبینید خب حالا این سوال آخریه اگر روز بوده چرا روشن نیست پس فضا چون ما جو نداره علت این که ما روشن میبینیم اینه که نور خوشید وقتی وارد جو میشه با برخوردی که داره با در مولکولایی که تو جوه ما روشن میبینیم چون نمیدونه اینا رو ببین چقدر داستان میچینه که داره هم دیگه برابر هر کسی باور میکنه حرف اینو با دانش کم پس برای این فرد غیر قابل توضیحه ولی ما میبینیم نه با توضیح داره توضیح داده نشده بوده گوش کن توضیح بهت بدیم چرا پرچم افراشته است در ماه که باد نیست به خاطر اینکه جاذبه نداره جوی هم وجود نداره اتفاقا وجود هوا و جو تعدیل میکنه حرکت رو نگه میداره وقتی چیزی وجود نداره همینجور بالا تا مدت ها میمونه اطرافش هم هوا نیست اینو بخواد تعدیل کنه یا بندازش یا هر چیز جاذبه هم که وجود نداره اتفاقا خیلی دلیل منطقیه چرا جهت سایه ها خیلی موازی نیست برای اینکه سطح کاملا نامسطحه زیر سایه این اینوری ممکنه بیفته یکی این وری بیفته چرا انقدر روشنه اونا میگن اگه شبه چرا روشنه مثل که افتاده اینجا رو صحنه. اینا یه استدیوه نور پردازی شده کف اینجوریه علت اینه که اصلا کف ما انکاس داره نور بر برمیگردونه همه اینا بعد چی بود؟ جواب داشت بعضی اومدن گفتن اصلا انجام همچین پروژهی که شما میگین 400 هزار نفر سکوت کنن به مدت سی چل تا صداشون در نیاد همچین استدویی بسازن کسی نفهمه از رفتن به کره ما صد برابر داره چجوری اینا تونستن همچین کاری رو بکنن بعد یک صدمش رفتن به ماه بوده دیگه همچی چیزی رو بخوای کنترل بکنی خب اما حمله به شخصاشون چیه چون دو تا حالت داره یا حرف تئوریسین توتر رو میپذیری میگی تو راست میگی یا اگر نپذیری ساده لوح و احمق یا نظر اون که همه دارن بازیت میدن تمومه اگه با استدلال حالا رو زیر سوال ببری نه تنها نپذیرفتی گیرم بدی شروع کنی پرسش کردن پچاره چرا اینجوریه پچاره اون اونجوریه اینا حالا تو میشی چی یه بوکچی مزدور کامنت های پیج من بریم ببینین از همه جا پول میگیرم تو از ایلیومیناتی تو رپت یکی یه پیج زده بود عکس من انداخته بود این رپتایله چشای من نور خورده بود سوسماره آره، سوسماره مثلا از مراکز دارویی پول میگیری از نمیدونم سی آی ای میگیری همه جا از کنم خدمت شما که خود فروخته ای فلانی اینا رو بهتون میگن کل پزشکان دستشون توی کاسه است که هیچ کس لو نداره یعنی پزشکان سر تا سر دنیا چه اتحادی با هم دارن هم زبون هم هم نیستن همه با هم دست به دست دادن که کسی نفهمه این سرطان دارو شما ده آقا اوکی شباب هم دیگه کل پزشکا بفهمن بیچاره میشیم ما اینا متوجه بشن میان دیگه درمان نمیشن برن همون سمت طب سنتی فلان واقعا اگر پزشکای جهان اینجوری با هم توی این مسئله اتحاد دارن به قولی با میگیم بهشون حلال اولسون یعنی اگه واقعا شما تونستین همچین چیزی رو کنترل بکنید نوش جونتون هرچی میخورید از سرطان مردم تئوری پردازه توته قاتل قادر نیست یک سناریو برای ادعاش بنویسه هر گونه خدشه رو به اونور میذاره به حساب موفقیت خودش اینم خیلی اهمیت داره ها گرفتی شد ببین مثلا شما بهش بگو خب چی اینایی که تو میگی نه بریم حالا ببینیم تئوری تو چیه تئوری نداره مثل این میمونه من بهتون بگم که این ساختمونی که اینا ساختن اینجا ایراد داره ساختمون من خوبه ساختمونی بهت نشون ندم بعد بگم که میخوای بهتون ثابت کنم بعد شما میگه ثابت کنم میگم نگاه کن اینجاشون برقش خرابه نگاه کلید پریزش داغونه فلانه هی hey من از اون ایراد میگیرم بعد شما راست یا راست میگی اینجاشم تناقض داره راست میگی اینجاشم خرابه در حالی که من خودم که هنوز ساختمونی ندارم پس بنابراین اینا هم اکثرا در مناظرات و اینا برندن چون از بس که آنومالی میکشن بیرون این وسط میذارن جلوی شما بدون که خودشون حرفی داشته باشن و دیگه آخره کار سرتون رو درد نمیم خواستم بذارید یه دفعه کامل بگم دیگه نصفه نیفته ماجرا برای اونها اینجوری ساده است یک اتفاقی تو دنیا میفته یکی از راهکاراشون اینه ادی سود میکنن دیگه هرچی ببین الان همین سقفه بریزه اینجا یه ادی میکنه یه دیگه کی ضرر میکنه ما ضرر میکنه صندلی ساز سود میکنه دیگه چون دوباره میخوام بسازن زمین میزن صندلی بیاد هر اتفاقی بیفته همینه یه تصادف کنه دو نفر بزنن به هم جفت ضرر میکنه کی سود میکنه مکانیک سود میکنه بیمه هزار یه رقم وسط سوده هر اتفاقی اینو تئوریشون اینه اول وای میسن یه اتفاقی میفته یه عده سود میکنن یه عده ضرر بعد میگن کار کی بود واضحه دیگه اون که سود کرد مثال کرونا اومد آمازون دیجیکالا سود کردن خیلی بیزنس ها نوه. کار کی بود آمازون کلا اونایی که دیجیتال بودن ایلان ماسک و اون کی بود بیل گیتس و چف بزوس و اینا بودن که چون این الان ثروتاشون یهو زیاد شد کار اینا بوده حالا برای اینکه اثبات کنه کار اینا بوده شروع میکنه تو ویدیوها جستجو کردن شده بر کارتون سیمسون ها رو از اول بسازه سر سفارش کارتون سازی بده از اول میسازه تا بهت ثابت کنه که این میدونه که یه سر کاراشون هم دیگه چون انیمیشن ها و سیمسون ها اینا اینا هستی که فایل رو، و فایل باز میگن چی میگن بلد نیستم سریعا یه قسمت دیگه تولید میکنن که مثلا سال 2008 یکی از سیمسون ها داشته این رو پیش بینی میگرده که اون تئوریا رو باور ترش میکنن آره شده فوتوشاپ بکنم یه تیکر رو به خاطر اینکه شما یه دونه چیز احمقانه بندازی وسط اینقدر سری وایرال میشه دیگه نمیشه جمعش کرد این از کار تئوری پرداز توته اما این آقا آقای از کنم خدمتون که رابرت گریمز که کتاب ایرشنال ایپ رو هم نوشته مادی یه تحقیق جالبی انجام داد که آقا تئوری توته چقدر میتونه پایدار بمونه نظر این آقا میدونی چیه هرچی تئوری توته بزرگتر بشه رو سر خودش سریتر فرو خواهد ریخت به خاطر همون لو دادنا بودن گفتم خاله و مامانات یه دو نفری با هم توته میکنن سه ساعت بعد کل فامیل فهمیده این آقا میاد تازه خوشبینانه نگاه میکنه افراد رو خیلی معتمد فرض میکنه و یه سری فرمول, فرمول ریاضی در میاره تازه با عوامل خارجی هم کاری نداره عوامل خارجی یعنی چی؟ یعنی اونایی که میخوان دست توتر رو رو کنن میگه فرض کنیم اونا هم نیستن دشمن ها مثل همه که گفتیم سفر به ما روسیه میاد چیکار میکنه دست آمریکا رو میخواد رو, رو کنه دیگه میگه اونا هم ول فقط محاسبه میکنه یه تئوری توته از دل خودش بخواد فرو بریزه با همه اون چیزایی که در نظر میگیره و خیلی خوشبینانه حساب میکنه البته میاد اینجوری دیگه مثلا نگاه میکنه تو پروژه سفر به ما چند نفر دست داشتن 411 هزار نفر تو اون تاریخ تو این پروژه دست داشتن به نوعی یعنی خبر داشتن تو گرم شدن زمین 405 هزار نفر تو ساخت واکسن 22 هزار نفر سرطان 714 هزار نفر تازه میاد تاپ مؤسسه هایی رو انتخاب میکنه که نقشی دارن میگه اگه بخواد همه اینا دروغ در بیاد و طی این سالها یک نفر از اینا به قولی مغور نیاد امکان پذیر نیست و در خوشبینانه ترین حالت معتمد تر افراد رو میاره عوامل خارجی رو حس میکنه هزار تا عامل رو حس میکنه میگه بیشتر از سه چهار سال امکان نداره که تای این قضیه در نیاد حالا حساب کن چون عامل خارجی هم بیاره وسط تا این وسط افراد همه معتمد نیستن هیچی یعنی یه بعد از ظهر در میاد بالاخره یکی منافعش هست دیگه بگه همون داروی و سرطان دارو سرطان کش شده اوکی به من نمیدین خوب بخورم میرم میگم اتون. پیش نمیاد باید به منم بدین خوب بخورم این وسط تو این پروژه قائم کردن توی 714 هزار نفر یه ناراضی نیست که فکر کنه احساس کنه حق یکی دیگه از خودش بیشتر بوده که بگه من میرم حالا که جوش لوهتون میدم این به یه بعد از ظهر نمیرسه که لو میره ولی تهورسین و تهوته اعتقادی رو نداره میگه اونا خیلی قویان همه چی کنترل میکنن ولی فقط این فهمیده خب اگر تئوری پردازان توت راست بگوین باید به این پزشکان که به صورت سراسری در تمام دنیا تونستن آفرین گفت و همون جمله چی؟ حلال و آها اینم آدم جالبیه نمونه رو داریم تو کشور آقای جیمز تریسی اصول دانشگاه هم هست خیر سرش یه تئوریسین قدرتمند تو آمریکا و معروفه تئوریسین توتعه قدرتمنده نمونه همون آقایانی که تو کشور خودمون داریم و از کنم خدمت شما که ایشون اومد ببین چیکار کرد اخراجش کردن همه پست و اینا رو ازش گرفتن اومد چیکار کرد یه واقعی رخ داد به نام ماجرای سندی هوک تو آمریکا یه مدرسه رو این پسره اومد به رگبار بست معلم و همه این بدبختا رو کشت خانواده داغدار شدن سالگرد برای بچه ها گرفتن فلان کردن این آقا که همیشه اون عکس آقای قبلی تریسی که به همه چی همیشه شک داشت و وبلاگ نویس بود و زود می اومد می نوشت توته قرن و فلان و اینا اومد گفتش که چرا گزارشات پلیس با آنچه که خبرنگارا میگن اولش با بعدش فلان فرق کرد فلان کرد همونجوری که خدمتتون گفتم در یک واقعی احساسی اینجوری همیشه خبرنگار دنبال جزئیاتن که زودتر خبرو چاپ کنن ممکنه تو این جزئیات ها با همدیگه دیگه تفاوتای وجود داشته باشه یکی بگه سی نفر مردن یکی بگه مثلا من بچه 6 سالم مثلا مرد بعدا تو یه جای دیگه بگه بچه‌تون چند سال شده 5 سال و نیمش بود اه؟ این زنه اینور گفته 5 سال و نیم همون اومده این طرف به این خبرگزاری گفته 6 پس اینجا من دارم یه آنومالی میبینم و این آنومالی یعنی کل ماجرا چیه دروغه از بس این دیگه پخش میکنه طرفدار پیدا میکنه همه میگن دروغ میگی فلان شروع میکنه به گشتن ناهنجری ها این چرا اینجوری گریه میکنه این داره گریه ابروش این ابروش اینطوریه بهش حتما یه چیزی بوده و فلان همون روز پلیس میگه که من داشتم میرفتم تو محل حادثه رو ببینم یه چند نفرم تو جنگل دیدم وسط را و کجا میرید اینا مثلا شروع کرده از پلیس سوال پرسیدن این آقای تریسی متوهم توته دلیلش چیه چرا اونا اونجا بودن چرا پلیس اطلاع کامل نمیده پنهانکاری برای چیه خب واضحه که این دولت همیشه دروغ میگه دیگه پس اینجا هم داره دروغ میگه در حالی که پلیس تو اون شرایطی که داره میره اونجا خب چند نفرم سر راه دیده گزارش شده ما دیدیم چرا کامل نمیگه جریان چیه یعنی پنهانکاری حتی پدر یکی از بچه ها قبل از مصاحبه چند وقت بعد قبل از اینکه بیاد پشت میکروفون یه لبخندی میزنه حالا معلوم نیست به چی میگه که اگه تو بچت مرده بچه ها داری میخندی این یه صحنه سازیه این یه ریاکاریه این فیلمو دوست تو یوتیوب بزنین ببینید اینو خودم رفتم یوتیوبشو گرفتیم عکس گرفتم که اینجا نشون بدم بهتون این لبخنده باعث شد که در واقع این بیشتر شک بندازه تو دل مردم وقتی این شک را میفته بعد تویی که بچه تو از دست دادی میفهمی که یه نفری اومده تو شهر میگه این دروغ بوده چه احساسی میکنی خانواده متنفر نمیشی از این آدم حالا شروع میکنه به, این... خانواده زنگ زدن ما مصاحبه من فلانی نعمت تریسی هستم میخوام بیام مصاحبه از نزدیک با خودتون صحبت کنم خب تو قطع میکنه دیگه میگه نمیخوام رو نحست تو ببینم از اینکه اونا جوابشو نمیدادن اینم میکنه یه مدرک دیگه کل خانواده ها چرا با من مصاحبه نمیکنن دیگه حتما یه چیزی هست یعنی جوی رو که خودش متشنج کرده کسی دیگه حال نمیکنه با این آدم صحبت بکنه یا مصاحبه بکنه رو اون فضای شخصی اون افراد رو میذاره به حساب چی پنهانکاری و میگه که حالا علتش چیه چرا همچین چرا میگه همچین توطئه آمریکا کرد میگه آمریکا میخواست اسلحه رو از دست مردم جمع کنه دنبال یه بهونه میگشت که بگه اسلحه تو خونه خوب نیست اومد این صحنه سازی مدرسه رو کرد که از این طرف بیاد چیکار کنه اسلحه ها رو از دست مردم جمع بکنه تئوری توطئه اگه باورشه واقعا خروج ازش دیگه خیلی سخته و برای تعقیب یه تئوری چیکار کنیم اول به ابعادش نگاه کنید زود نمیخواد بگید که تئوری توته ببینید ابعاد ادعا چقدره بعد ببینید انگیزه برای مطرح شدنش چقدره اینا رو بزن کنار هم تا یه مدت معقول دنبالش کنید اگه دیدید گندش در نیومده اون دیگه تو تو کار نبوده خیلی پر حرفی کردم ببخشید خسته نباشید سپاسگزارم از اتونهای دکتر آقای دکتر تشریف میارم پایین ویژه تر تشویقشون کنید بعد از دو تا برنامه تشریف آوردم